ساختمون سفارت فرانسه تو تهران 130 ساله که زمانو متوقف کرده. اماراتی که آجراش بیشتر از یه قرن شاهد روابط ایران و فرانسه بودن. لا فرانس و ایران که rien ne divise. ماجرا از جایی شروع میشه که ناصرالدین شاه تو روز 4 فروردین سال 1270 فرمانی رسمی صادر میکنه تا قطع زمینی خارج از تهران به فرانسه واگذار شه. رانه دو بلوا که 15 سال سفیر فرانسه تو ایران و از مهمترین بانیان باستان شناسی تو کشورمون بود، مسئول ساخت بنای سفارت میشه. ساختمونی آجوری که تو پلاک 66 خیابون نوفلوشاتوی تهران هنوزم پا بر جا و مهمترین سمبل روابط دیپلماتیک ایران و فرانسه است. پلانهای امارت رو مهندسای فرانسوی مقیم تهران طراحی کردند. مجلس ملی فرانسه هم بودجه 200,000 فرانک رو برای پروژه تصویب کرد و عملیات انتقال مصالح و تجهیزات به ایران تو سال 1894 کلید خورد. برعکس آجرهای معروف بنا که تو خود ایران ساخته شدن، قطعات آهنی امارت از تیراهن گرفته تا سقف، از بندر مارسی راهی ایران و بعد از یه سفر طولانی زمینی و دریایی از بندر انزلی به سمت تهران رهسپار شدن. 3 سال از فرمان ناصرالدین شاه گذشت و تو روز 21 فروردین سال 1273 اولین کلنگ احداث بنا زده میشه و 32 ماه بعد همزمان با کریسمس سال 1896 میلادی رون دو بلوا پایان کار ساخت و ساز رو اعلام میکنه. سفیر فرانسه تو ایران از نتیجه عملیات راضی بود و به پاریس گزارش میده که عمارت به قدری زیبا شده که حتی شاه ایران خواسته که پلانها رو براش ارسال کنن تا تو یکی از باغ‌هاش نمونه اون رو برای خودش بنا کنه. ساختمونی که شبیه کاخ محل سکونت خود رون دو بلوا تو سن ویاتر فرانسه هم بود. آقای دو بلوا وزیر تام الاختیار فرانسه تو ایران که از اولین بانیان اکتشافات باستانشناسی ایران بود، اقامتگاه فرانسویا رو به یکی از نمونه‌های برجسته تلفیق هنر ایرانی و فرانسوی تبدیل کرد. جایی که توش فرش‌ها، آینه‌کاری‌ها و گچبری‌های ایرانی، زیبایی بخش مبلمان، کریستالا و نقاشی‌های قرن 18 فرانسوی‌اند. 13 سال بعد، اوژن اوبن، سفیر وقت فرانسه، ساختمون رو مقاوم‌سازی می‌کنه و محل ورودی اصلی سفارت رو به ضلع شمالی، یعنی دری که امروز به خیابون نوفلوشاتو باز میشه، منتقل می‌کنه. تو سال 1356 هم سفیر قایول دوله دکوراسیون داخلی امارت رو تغییراتی اساسی میده تا سفارت به چیزی که الان هست تبدیل شه. بنایی که تو 130 سال عمرش شاهد ماجراهای زیادی تو تاریخ روابط ایران و فرانسه بوده و حضور اشخاصی مثل ژنرال دوگل، جورج پومپیدو و شاه و ملکه ایران رو هم به خودش دیده.